بینندگان محترم تلویزیون سپید استقلال آزادی، عرض سلام دارم خدمت همگی شما عزیزان. همچنین سلام میکنم خدمت شما آقای پنج صدر. سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان گرامی فارسی زبان هر جای جهان که هستند. بینندگان محترم، در مصاحبه قبل خدمت شما عرض کردم که آقای پنج صدر دو جلد کتاب رشد از کتاب پنجم از مجموع کتاب‌ها در باب دموکراسی را انتشار دادند. جلد سوم در اصطلاح زیر چاپ این کتاب‌ها را در سایت آقای پنج صدر و سایت روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت آنلاین هست، میتونید حتی پیاده کنید راحت. و در این جلد سوم ایشون 29 مورد از مصلحت سنجی ها رو برشمردن که یک امری مستمر و پایدار در بسیاری از کشورها. انسان های زیادی متاسفانه به مصلحت سنجی و به اصطلاح مصلحت رو در قدرت سنجیدن مبتلا هستن و دو نمونه اون رو که بیشتر در جامعه ما مستمر هست و مرسوم هست برشمردید. این شما این مصاحبه رو اختصاص میدیم به دو مورد مهم دیگر که ممنون آقای بنی‌صدر که این مصاحبه رو برشمردن. اون و مثال هایی که در این زمینه میزنید از تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران. البته من دوباره باید بگم که این نه در بسیاری، در همه کشورهای جهان متاسفانه مصلحت هایی که قدرت میسنجد جانشین حقوقی میشه شدند و میشوند که انسان ها دارند. اما نوعی از اون مصلحت سنجی ها خودسانسوری است. به نام مصلحت به زندانی کردن خود است در مدار بسته باز به نام مصلحت. اینکه رژیم های استبدادی سانسور میکنند و در یک کتابی هم من انواع سانسور ها رو برشمردم. در ارکان دموکراسی هم جزء همین مجموعه کار در مورد دموکراسی است، بعضی این سانسورها رو باز آوردن. با این سانسورها فضای اندیشه و عمل شهروندان رو تنگ میکنن. در جامعه هایی که دموکراسی بر اساس انتخاب دارن اونا هم سانسورهایی هست، اما نه به شدتی که در کشورهای ما وجود داره، در استبداد ها وجود داره. اینا یک نوع مصلحت هاییست که به اصطلاح اونا را به نام مصلحت میکنن، میگن مردم نادانند یا خیلی امور رو مردم نباید بدانند یا جریان آزاد اندیشه ها نباید باشه، خلاف مثلا مرام اون رژیم هیچی نباید گفته بشود، اطلاعات نباید منتشر بشود و و و یه نمونش که پسر آقای منتظری رو 21 سال محکوم شد برای به خاطر اینکه نوار پدرش رو منتشر کرده بود و که هیچ جرمی نیست، از حقی هم هست. حالا باز به نام مصلحت رفت زندان، باز به نام مصلحت آمد بیرون. این که رژیم ها سانسور میکنن، این دیگه هر شنونده و بیننده این رو میداند و روزمره باید سر و کار داره. اما یک مصلحت های دیگه هست که نه، اونو دیگه خود انسان ها می شوند عامل اون رژیم، خود رو سانسور می کنن از ترس. و رایش ترینشون در خانواده است، نه تنها از ترس رژیم این خانواده فرزندان رو سانسور می کنه، اون جای خود. نه خیلی، اما بچه که میاد از بچه به دنیا میاد میخواد رشد بکنه، این خودانگیخته است، موجود خودانگیخته است، یعنی عقل او مستقل و آزاده، باید همینجور رشد کنه مستقل و آزاد. اگر اینو خوش بدی به این که زور بشنوه، این از ابتدا خودشو خود سانسور میکنه که نه چیزی نگه که زور بشنوه، میاموزه خود سانسوری رو. هرگاه اگر بخواه اینو خودکامه بار بیاد، در یه زمان تو قبل گفتن که زن بچه رو باید گذاشت خودش چیز بیاد بکن نکن امرو نهی بهش نباید کرد، و این هموطنان ما خیال کردن این معناش اینه که بچه رو باید گذاشت هر زوری خواست بگه، هر جای هر چیز رو خواست بشکنه، هر جای خواست خراب کنه، هر جای خواست کثیف کنه،
این تربیت خودش خودش باید تربیت بکنه. خب این در واقع بعد از اعضای خانواده باید خودشون بنابر مصلحت در برابر بچه خودشون رو سانسور کنن، پس اونا خودشون رو در مدار بسته زندانی میکنن. ولی این موقت عمومیت پیدا نکرد، هنوز هم دیگه خیال نمیکنم تو خانواده ایرانی اگر باشن تک توکی که اینجوری باشن، اینجا هم از بین رفت. آره البته به اون معنا نبود اینجا، خب وقتی رفت اونجا شورتر شد تو کشور ما. خب این که جامعه ها بچه رو بار میارند با در روابط قوا و مرتب اون ترکیبه که گفتیم زور و علم و فن و اینا رو با هم ترکیب میکنن به کار میبرن تا اونجور که میخواهند بچه بار بیاید، این اون رو معتاد میکنه به خودسانسوری. به این دلیله که رژیم ها استبدادی راحت میتونن این خودسانسوری رو به جامعه افراد تحمیل کنن و میکنن خیلی راحت، چون از بچگی اینجور بار آمده. همه هم به اسم مصلحت میکنه، مصلحت نیست من این حرف بزنم، مصلحت نیست این فکر بکنم، مصلحت نیست این عمل بکنم. این میشود روزمره زندگی، تنظیم زندگی میشود سانسور کردن خیش و با هر سانسور، هر سانسوری رو با یک مصلحتی توجیه کردن. خب حالا بیام که یه موردی که مورد عمومی بگیریم به عنوان مثال. این وقتی این انسان خودش سانسور میکنه در زندانی میشه در یه مدار بسته ای، مصلحت رو برای چی به کار میبره؟ برای این کار میبره، میگه من اگر این حقیقت رو بگویم، زبان سبز سر سرخ زبان سرخ سر سبز میدهد برباد، این ممکنه خطر برام ایجاد کنه. مصلحت این است که برای اینکه این سر سبز ندهم برباد سکوت کنم، پس این سکوت میشه اون سر سبز برباد دادن میشه بدتر، سکوت میشه بد. مصلحت عمل به بعده برای اینکه گرفتار بدتر نشدی. هر کسی این روزانه میکنه دیگه، شما هم همتران از این من فراوان از این مصلحت ها روزانه میسنجده میکنید. اما یک از همین نوع دست جمعی شو، همین انتخاباته، از انتخابات اول ریاست جمهوری به بعد این انتخابات در ایران قلابی بوده، همین شما هم میدونید. خب حالا وقت انتخابات میشه، اون رژیم هم دست شما رو خونده، یه دونه بدتر میده جلو و با اون های هویا و که اگر بیام چنین میکنم و چنان میکنم و میزنم و میبندم و های 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 این که اصلا نکنه این. یا حالا در این مورد انتخابات پیش رو اصابت از آقای اون آدم کشه که منتظری در نوار میگوید شما عنوان جنایتکار ثبت تاریخی هستید آقای رئیسی، بله ایشون این میره یکی میره میشه. خب این بدتره دیگه، از ترس این بدتر نریم رأی بدیم، کم شرکت کننده کم میشه، خب اون کما اینان، اون اصولگراها کما هستن، اونا میرن رأی میدن به این میشه، این میفته به جان ما، دیگه هیچی برای ما باقی نمیمزن. پس مصلحت ایجاب میکنه که ما بریم رأی بدیم به آقای روحانی، که حالا این چهار سال هم امتحان داده دیگه. دیدم یک سنجش افکار گفتن که مردم گفتن که این دو تا عیب داره، یکیش که بی عمله، گفتیم خیلی ببینید کوچیکی هم هست بی عمله، دو این که با مسائل واقعی مردم آشنایی ندارد. خب چه کار رو از جمهوری میاد؟ به هر حال شما از ترس اون بدتر میری پای صندوق به این بد رای میری، پس مدار بسته، یه بد یه بدتر و یه ترس،
و میشینی مصلحت میسنجی، یادت میره چه چیز رو این مصلحت. گفتم که این مفسدت حق شما رو، حقوق شهروندی شما رو که مادر، حق مادر به صورت حق پایه، حق حاکمیت شماست که اون منتخب باید مطیع امر شما باشه، مجری تصمیم شما باشه، اون میره قربانی میشود. یک. دو اینکه شما این بد و بدتر رو سنجیدی، شما ساختی اینا رو، شما مردم که نساختی، که کی ساختی اینا رو؟ اون بدترین که ولایت مطلق است، اون سر جاشه. شما میری پای صندوق، اول رأی، معنای اولی که رأی شما دارد این است که اون آقا باید سر جاش باشه و شما را در این زندان و بد و بدتر نگه بداره. این مسئله که شما هم بدتر رو بسازه، هم بد رو، هم بد و هم بدتر رو. این دوتا، پس دوتا، یه اون حق از یاد میبرید، هم این بدترین رو تصویب و تصدیق میکنید بقاشو و بهش اجازه میدید همین بازی رو ادامه بده، یعنی شما رو دائم در این زندان بد و بدتر نگه داره. عملا هم همین کار کرده. از مجلس اول نگاه کنید، از کودتای خرداد 60 به این طرف نگاه کنید، شما یک لحظه از این مدار بیرون نبودید، دائم شما تو این مدارید. حالا این انتخابات چه؟ این گشت هایی که گذاشتن تو شهر، شما هر روز این توی مداری دیگه، هر کاری بکنید باید یه بشینید ببینید این کاری که میکنید بده، اما این ممکنه شما را از بدتر حفظ بکنه. این دوتا. سه، یادتون میرود که این بد و بدتر در این مدار بسته یه جهت بیشتر وجود ندارد، از بد است به بدتر و اون که قبول بدتر این که کردی، یک جهت بیشتر وجود نداره از بد به بدتر. دلیلش هم اینه، اون بد بده بعد مدتی بی اثر میشه، اون بدتره میاد جای اون، بعد باید از اون یه بدتر از اونی رو گذاشت جای اون. نگاه کنید به انتخابات از اول انقلاب تا امروز ببینید همینجوری یا نه. شما مرتب، حالا بعضی از اون بدها چطور الان خوبم شدن، طلبکارم شدن، اینجوریه، مرتب بدتر شده، بد شده در نظر شما مردم خوب. بابا اون باز اون از چیز خود رژیم کنونی نگاه کنیم، به رژیم قبلی یادتون رفته رضاخان کی بود، چه انگلیس ها کودتا کردن، چه بلاها سر ایران آمد، پسرش کودتایی بر ضد نهضت ملی شما کرد، اولی قدرت مشروطه رو برباد داد، دومی نهضت ملی برباد داد، چه فسادها، جنایتها، خیانتها، همه میگه باز کفندوز باز اون الان شده برای عده اون رژیم پهلوی شده خوب و از جز بد و بدتر رفته بیرون دیگه، حالا شده خوب. خب غفلت، بزرگترین غفلت آقای بنیسد اینجا این است که این مردم شایسته خوب و خوبترین هست و خودشون باید این را تعیین بکنند. آره حالا میرسیم بله، این پس تا اینجا این سه تا چهار. خب این مصلحت هایی که شما مردم میسنجید و هی دائم بعد مقاعده فقهی هم شده، دفع افسد به فاسد نمیدونم اینا، همه عادت کردید دیگه، اینا یه چیز امر بدیهی درسته، بدون آقا دیگه عقل اینو میگه، آقا عقل اینو نمیگه، عقل قدرت مدار این رو میگه. و اینو شما یادتون میرود که وقتی شما این تو زندان بد و بدتر افتادید، عقل خودانگیخته خود رو که مستقل و آزاد باید باشه، نه اینو میکنید، قدرت میکنید حاکم بر این عقلتون،
اون ولایت مطلقه دیگه آقای خامنه ای نیست، اینجا تو کله شماست. این رو یه فکری براش بکنید. اون ولایت مطلقه و نتیجه این قدرتیش که تو کله شما ولایت مطلقه پیدا میکنند، مرتب هم هی مساحت میسازه، شما رو تو زندان نگه میداره، مرتب میسازه و شما جانشین خود با اون به اصطلاح خود سانسوری باز میدارد از این که شما به اصطلاح واقعیت پنجم رو توجه بکنید که از دست میدید. با این که خب تو این مدار بسته و این سانسور خود سانسوری رشد نمی کنید. اول دو اینکه با هم اخت و دوست نمی شوید، پس سرمایه اجتماعی بزرگ نمی تونید ایجاد کنید، سرمایه های دیگر را هم نمی تونید در رشد به کار ببرید. اینا همش نتیجه این در زندانی دیگه، زندان بد و بدتر است که شما خود به عنوان مصلحت خود رو زندانی اون میکنید. اون رژیم کارش فقط اینه که برای شما بهانه درست میکنه، میاره یه بد و یه بدتر میذاره کنار هم، شما میگه ها مخواهی اون نشه برو یه این رای بده. اون برای شما چون شما در خود سانسوری رو از بچگی باش بار آمدید، عقل بر عقل شما اون قدرت ولایت مطلقه پیدا کرده، زندانی شدید در این زندان و این با این سانسور شما را از این رشد و از ایجاد سرمایه برای رشد و نیروهای محرکه برای رشد ناتوان میکند. در واقع استبداد و عملهای استبداد حالا نسبت به حکومتی باشه هر چی باشه ترس رو میسازن و دائمیش سعی میکنم کنم، و انسان خودش دیگه وقتی اسیر این زندان بد و بدتر شد و این مدار بسته، خود دائما باز تولید ترس و ترس بیشتر میکنه. ترس اونا نمیسازن، ترس خود هموطنان گرامی ما، اون وقت اون بد و بدتره رو میاره جلو چشم، ترس رو بعد باز تولید خودش میکنه. اون ناتوانی، اون چیزی که میسازن اونها بدتر از ترسه، این القا میکنن ناتوانی رو، باوری پیدا میکنه انسان به ناتوانیش، که این هم موضوع یک گفتگوی دیگری است که خواهیم کرد. ترس خود انسان ها ایجاد میکنن، میتونم نکنن، میتونم خودش از اون زندان رها کنه، اگر رها کنه چیزی به صورت فقی نمیمونه که بر او حاکمیت مطلق داشته باشه، خودش برای خودش میسازه. خب حالا شما شنیدید، ببینید که فردا پای انتخابات، ببینید اگر همینطوره تو این مدار بسته میمونی، خود نکن خود تو ننداز تو این مدار بسته. خب 4 سال گذشت، حالا 4 سال گذشته، این آقای خامنه‌ای در حضور آقای روحانی میگه که این اقتصاد مقاومتی عمل نشد. حالا خود این اقتصاد مقاومتی، این آقا از اقتصاد تولید محور گرفته که بنی صدر تهیه کرده، منتها چون نباید گفت که این فکر از اوست، یک کلمه مقاومتی گذاشته به جای تولید محور و اونو مسله کرده، یعنی سرگوش بریده، یه تبدیلش کرده به چیزی غیر قابل اجرا، داده دست این آقای روحانی. این آقا هم جرأت نکرد حتی به او بگو آقا اینه که نسخه که تو داری دست من قابل اجرا نیست، مصلحت این ندید که حقیقت رو بگوید، مصلحت ایجاب کرد که سکوت کند، چون انتخابات نزدیک دیگه، کافی بود یه حرفی بزنه به عنوان که ایشون جلو رهبر جسارت کرده و چیزی فصل خطاب رو زیر سوال برده، صلاحیتش لغو رد که بشود و هیچی تمام بشه ماجرا. اینا مصلحت یعنی این است که ایران به این روزه. خب حالا یکی دیگر از اون موارد همگانی مصلحت در همه جای دنیا که در کشور ما هم زیاد به کار میره، در انقلاب ما هم متاسفانه به کار رفت و ما گرفتار این فاجعه شدیم، این اتحاد کاربردی و تضاد راهبردی که مصلحت ایجاب میکنه. یعنی چه؟
اینا همه فکر میکنن لنین این حرف زده. لنین گفته که ما اون حزب پیشاهنگ طبقه کارگر میتونه اتحاد کنه با احزاب و دیگری که متعلق به طبقه کارگر نیستند، اتحاد با ما با اونها تاکتیکی است، تضاد ما با اونها استراتژیکه. به محض اینکه مثلا به قدرت حاکم شدیم، دولت رو تصرف کردیم، تا اونجا ما هم اتحاد داریم، از اونجا به بعد ما با اونها تضاد داریم، کلکشون رو میکنیم. اینو میگن به اصطلاح اتحاد کاربردی و تضاد راهبردی، یا اتحاد تاکتیکی به فرنگی و تضاد استراتژیک. این خیال میکنم که مال لنینه، این مصلحت سنجی از آقای لنین است. اما نه، تو همین انقلاب ما، نه انقلاب ما، در انقلاب مشروطه، در روز این آقای لنین هم فرمایشاتش به لاغر گوش ایرانی ها نرسیده بود که اینا نمیدونی همچه برو تا بالا در طول تاریخ میبینی نه این عمومیه. ما اینایی که طرفدار حق و حقوق بودن، خودشون مصلحت رو در این دیدن که اتحاد کنن با کسانی که قدرتمدار بودن، با حق ستیز هم بودن، گفتن این تاکتیکیه، به اصطلاح کاربردیه. همچه کاری که رژیم ساختیم، اون وقت تضاد ما با اونها می شود راه بردی، اون وقت باید اونها رو دفع شر کنیم، اونها کار مشکلی ندارد. این رژیم عمده خطره و این اشتباه همین بود، چون وقتی که اون رژیم از میان برخاست، اون قدرت مدارها با سازی قدرت برنامه شونه، ساختارهای قدرت هم سر جاشه، که هنوز که با انقلاب که همه پر نمیشه بره آسمان، که پرواز نمی کنه، که ساختار سر جاشون. اون ساختار راحت میشه کسانی بر اون ساختارها به اصطلاح سوار بشن، بنابراین اونا میتونن قدرت رو قبضه کنن و اون طرفداران حق و حقوق رو برانن. در انقلاب ایران غیر از این شد؟ نه، همینطور شد. خب عرض کنم به شما، در واقع اگر اونهایی که جانبدار و حقوق‌پسند این حقوق رو درست تعریف بکنن و واقعا جانبدار حقوق باشن، هیچ کار نمیتونن ائتلاف بکنن با کسانی که دشمن حقوق مردم هستن. بله اینطوره، باید به نام مصلحت نباید این کار کرد، راه رو باید باز گذاشت، گفت شما میتونی ترک زورمداری کنی، حق مدار بشی، اون هم اون دورا واش به قول مصدق آخر صف اونجا، همینجور من باید تو رو تحت نظر داشته باشم، ابتلاس وارد آزمایش میشه شد. من به گمان خودم یکی از خدمت‌های بزرگی که من و دوستانم به ایران انجام دادیم این ابتلاهاست، این آزمایشاست. در تایه زمانی با آقای خمینی اطمینان که 100% بوده، وقتی که دیدیم نه دارن با قدرت داره بازسازی می شود و خطر یک استبداد بسیار خشن به نام دین، که هم دین رو قربانی می کنه، هم ایران رو قربانی می کنه، هم عرض کنم انقلاب رو، این در راه داره ساخته می شود. پس وارد ابتلا شدیم، یعنی ایجاد وضعیتی که طرف بتونه ماهیت خودش به جامعه بروز بده، در هیچ در واقع ابهام زدایی بشه. یکی با آقای خمینی این کار شده و اون روحانیون و قدرتمدار که امیدوارم این تحول ایران به دموکراسی ایران رو از این خطر برای همیشه نمیتونم گفت، برای اینکه در گذشتم تو سه بار ایرانی ها همین تجربه رو داشتن، نوازم تکرار شده، بنابراین امر مستمره، ولی برای مدتی دراز، بلکه ایرانی ها حق و حقوقشون رو بشناسن و به کار بگیرن، برای همیشه از این بیازمان. یکی دیگه هم با این گروه های زورمدار، مثلا گروه آقای رجوی و غیر اینا، به اونا که صریح روز اول گفتیم
که ما با آقای خمینی 100% اعتماد داشتیم، به شما 100% بی‌اعتمادیم. وارد آزمایش می‌شویم، وارد ابتلا می‌شویم. اگر عمل کردید به این اصول استقلال و آزادی و عدم هژمونی، خب چه بهتر، یک نیروی میشید در خدمت دموکراسی، در خدمت وطن. نه، شناخته میشوید به عنوان یک گروه زورمدار، دفع شر میشید. همینطور هم شده. ها، عرض کنم به شما، اون اتحاد راه کاربردی و تضاد راه بردی از یک قانون پیروی میکنه، اونی که قفلت از یک قانونه که اون همیشه قوی ضعیف رو میخورد، میبلد. بنابراین شما اگر بخواستی چون طرف حق هستی زور به کار نمیبری، به حق عمل میکنی. اون طرف چون طرف قدرت زور به کار میبره، پس باید امکان به کار بردن زور نداشته باشه. اگر داشته باشه، این مصلحتی شما سنجیدی میشه مفسدت یقت میچسبه، او را حاکم میکنه بر شما. اینه که همینجور هم در انقلاب ایران هم عیناً همینطور شد. خب مثلا توی خانواده نگاه کنیم، این مثال دیگه بزنیم. دو تا یک زن و شوهر بر اساس حقوق که انسان دارد، رابطه حق با حق، ازدواج میکنه. خب این بینشون حق، یکی از حقوق حق دوست داشتن دیگه، دوست داشتن و دوست داشته شدن است. پس همه دوست میدارن، با هم همکاری دارن، همکاری فکری، همکاری عملی. سرمایه‌ای که ایجاد میکنن عظیمه، فرزندان خوب بار میاد، عرض کنم زندگیشون روز به هست، برای جامعهشون یک الگو هستن که خیلی عظیمه، اثرش بدیلن. عرض کنم به شما در این هیچ وقت بین اینا اصلا مسئلت محل ندارد و نه، هیچ کدام نمیسنجه، چون آدم وقتی بخواد راست بگه دنبال مسئلت نمیچرخه که، وقتی میخواد دروغ بگه باید توجیه کنه و میگه مسئلت اینه که من دروغ بگم. ها؟ پس من پای مسئلت هم هیچ وقت به میان نمیاد. اما اگر خود ازدواجی باشه بنابر مسلحت که دو خانواده، مثلا یکیش صاحب مقامه یا صاحب ثروته، طرف اون خانواده دیگه بخواد که با از طریق این ازدواج موقعیت اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی یا هنری فرهنگی برای خودش کسب کنه، مثلا بگه داماد ما استاد دانشگاه است، مثلا داماد ما حل تقابل این مسئله سنجیده خانواده. اینجا دیگه حق حقوق تو کار نیست، اینجا روزمره زندگی این دوتا باید با مصلحت بگذره، چون اصل اول اون دوست داشتن نیست. خود نیست، اون جای خالی چی پر میکنه؟ خلا رو همیشه زور پر میکنه. خود باید این را هی مصلحت، انواع مصلحت ها سنجید و مرتب این دروغ میشود و دروغ و مصلحت آمیز میشود نقل و نبات زندگی این دوتا. سرمایه اجتماعی منفی، بچه ها بدبار میان، به عنوان الگو وجود نداره، الگوی بعدی زواج ناموفق. بعد خب حالا اینجا دو تا یادآوری هم به عنوان پایان این کلام بکنیم، بسیار مهم. یکی این که اون در مثال ما که زواج بر رابطه حق با حق بود، در اونجا حالا یک کسی فرض که یکی از دو طرف خطا کرد، اینجا پاداش مجازات نیست، جبرانه. اما در اون دومی اونجا پاداش بی محله، مثلا جبران بی محله، برای که چی جبران کنه؟ اونجا هرچه هست مثلا زوره دیگه، دروغ هست، این به اون میگه، اون به این میگه، جایی برای جبران نیست، پس جا برای مجازات. اینکه هر خطایی یک تخریبی به بار میاره روابط این دوتا، و هر تخریبی تخریب های دیگه بر خود اضافه میکنه، میشه آخر سر
یک زندگی که جهنم، خانواده میشه جهنم. دو اینکه این قدرت که ما میگوییم یه رابطه است بین دو طرف، رابطه این میخواد بر اون مسلط بشه، اون میخواد بر این مسلط بشه، یک ترکیبی در این رابطه به کار میره که باز دوباره میگم زور است و علم است و فن است و نیروهای محرکه دیگه. اینه به کار میبرن دو طرف برای مسلط شدن بر هم. حالا به کسی که بیشتر توانش به کار برد، او میشه مسلط شد. خب اینجا در روابط قوا آشتی یک متارک است که طرفین زورشون به هم نچربه، متارکه میشن، همدیگر باید به حالت بی حرکت نگه دارن. این نه وقت بیشتر زور شه اونو بزنه، اون نه بیشتر نشه اینو بزنه، اون میشه همه بین دو تا ابرقدرت روس و امریکا. آخر سر روسا از بین رفتن، حالا نوبت امریکایی است. این اینجوری میشه ها. در مورد حق با حق که این از آن رابطه قوا نیست، اون ترکیب هم وجود ندارد، به کار نمی رود اصلا. در اون رابطه به اصطلاح اگر فرض کنیم که یکی از دو طرف خطایی بکنه، قهری پیش بیاد، اونجاست که میگن که این آشتی صمیمیت رو بیشتر افزاید، بیشتر میکند. چرا؟ برای اینکه یک آگاهی میدهد، چون رابطه حق با حقه که یک ذره غفلت از حق این شیرینی زندگی رو میکند تلخ. اینجوری میبینی که به این ترتیب با این مثاله هایی که عرض شد، شما به شنوندگان و بینندگان کلاه خودتون رو قاضی کنید، هم در زندگی روزمره هم در کارهای عمومی، مثل همین انتخابات که مثال آوردیم. اگر دیدی که قضیه بد و بدتره، آخه شما باید حق حاکمیت داری میری پای صندوق؟ نداری که. از شما اون آقا میگه صلاحیت نامزدتر اون شورای نگهبان میسنجه، اون آقای رئیسی هم که میگه این رئیس جمهور نوکر رهبره، آقا کدوم ملتی میره نوکر انتخاب میکنه برای رهبری که ولایت مطلقه دارد بر او؟ این همه اسم مصلحت انجام میدی. این مصلحت گرایی رو رها کن، به حقوق خود عمل کن، نتیجهش رو سال بعد ببینیم. نمیگم چهار سال بعد، سال بعد ببینیم، حتی من میگم همون روز انتخابات ببینیم، برای اینکه اون وقت جهان میفهمه که شما به عنوان یک ملت زنده، حقوقمند، با معرفت به حقوق خیش، عامل به حقوق خیش در صحنه حضور دارید. اون وقت نمیتونه دیگه مثل آقای ترامپی اینجور توهین و تحقیر روا بدارد به شما مردم و بگوید که شما تروریست هستید و به عنوان ایرانی حق ندارید به امریکا سفر کنید. شاد و پیروز باشید.